بزرگی از هواداران جنبش روشنایی بار دیگر بعد دست به تظاهرات زدند. راهپیمایان بامداد امروز از دشت برچی تا چهار راه دمزنگ راهپیمایی کردند. خواست انتظار کنندگان انتقال لین برق وارداتی ترکمنستان از راه بامیان به کابل است. رهبران جنبش روشنایی میگویند که میدان عدالت خواهیشان را در دمزنگ کابل دیگر خالی نمی کنند تا اینکه جواب مثبت بگیرند. آنها از مردم میخواهند تا استوار و محکم و پایدار در دمزنگ بمانند. این در حالی است که سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از به ثمر رسیدن تلاش های حکومت برای آغاز مذاکره و گفتگو پیرامون خواسته های جنبش روشنایی خبر داده است. در بیانیه مطبوعاتی که روز گذشته از سوی سرور دانش منتشر شد و از تفاهم بین حکومت و جنبش روشنایی خبر داده است. اینجا چهارراه دهمزنگ کابل است. تظاهرکنندگان از همه نقاط شهر اینجا گرد آمدند و خواسته هایی دارند. انتقال لین برق وارداتی ترکمنستان از راه بامیان به کابل از خواست های اصلی این تظاهرکنندگان است. این توتاق حق ماست و ما حق خدا میخواییم و من از ولایت بامیان تا اینجا قدم زدم، تمام مسار خود خود کشیده آمدیم تا به حق خود برسیم. نه تنها من بلکه تمام مردم افغانستان که عدالت باید در اونا برسن و ما امروز خواهان عدالت هستیم. تظاهر کنندگان هشدار می دهند که اگر در برابر خواستهای آنان بی‌پروایی صورت گیرد، اعتراضات آنان ادامه خواهد داشت. وقتی که ما رأی دادیم، وقتی که ما یک کسی را در حکومت، در دولت انتخاب کردیم، در بدلش ما را باید حق بدن. پس از تظاهرات 27 ماه ثور و پس از بررسی های کمیسیون ویژه همزمان با کشیده شدن لین برق ترکمنستان از راه سالنگ به کابل، لین برق 220 کیلووات به بامیان کشیده خواهد شد و با ساختن شبکه توزیع برق برای 20,000 خانواده در بامیان و ساخت سبستیشن برق در این ولایت در سال 2018 میلادی بامیان نیز از داشتن برق بهره مند خواهد شد. عابد جوینده خبرنگار طلوع نیوز از محل رویداد به گونه زنده با ماست و در مورد چگونگی برگزاری راهپیمایی میگه. سلام عابد، میشه برای ما روایت بکنی وضعیت حاکم در دهمزنگ را که حالا راهپیمایان چی میخواهند و اونجا در نهایت تصمیم چی شده و وضعیت چگونه است؟ سلام بر شما. قسمی که در اعضای جنبش روشنایی و دیگر راهپیمایان جنبش صبح امروز از برچی کابل حرکت کردند و سرانجام پیش از چاشت و دمزنگ کابل رسیدند. حالا چیزی حدود 2 ساعت میگذره که اینا در چهارراه دمزنگ گرد آمدند و نیروهای امنیتی در برابر از اینا یک مانع ایجاد کردند تا اینا نتوانند از چهارراه دمزنگ به طرف شهر کابل حرکت بکنند. اینا اینجا گرد آمدند، اعضای جنبش روشنایی و هوادارانشان، دیگر راهپیمایان، چی از خانما، جوانا، حتی زنان پیر دیجا دیده میشن که این فاصله را دست برچی تا دمزنگ تای کردن و حالا ایجا آمدن اعتراض برپا کردن. اینا میگن که یگانه خواستشان ای است که این پروژه برق باید از راه بامیان به کابل انتقال داده شود. در واکنش به آنچه که اینا کم توجهی حکومت میگن، اینا آمادگی دارن که تا دقایق دیگه در چهارراه دمزنگ کابل خیمه تحصن برپا. عابد، مسئله بسیار مهمی است که تمامی اوضای شهری برهم خورده به خاطر این تظاهرات، رفت آمدها و روی آبرین بسته است، ادارات بسته هستند. مقامات امنیتی در نهایتش امروز اونجا چی تصمیم گرفتند برای اینکه نظم شهری دوباره به اینها گفتند که ما در دهمزنگ میمونیم و سرک ها را بسته میکنیم و در نهایت به خواست ما جواب داده شد و تا اکنون هم که 2 ساعت یا نهایت 3 ساعت میگذره حکومت چیزی نگفته در مورد این مسئله؟ بله، اینجا 2 مشکل خیلی کلان وجود داره. یکی که جاده دارلمان است که به دمزنگ وصل میشه، دوم جاده کود سنگیست که به دمزنگ وصل میشه و سیم هم جاده است که از شهر میه به چهارای دمزنگ وصل میشه. تمامی جاده ها برای وسایط و برای رفت آمد کنندگان بسته است و کسانی که میخواهند از این ساحه رفت آمد بکنن این چهارا برایشان بسته است و تردد وسایط در بخش های مختلف شهر کابل وجود آمده. اما قسمی که دیده میشه تا حال نهادهای زیرب در این قسمت کدام پلان یا کدام برنامه ندارن تا به این مشکل رسیدگی بکنن. مشکل کلان دوم که وجود داره، قسمی که شما در تصویر میبینین، ما در فاصله 100 تا 200 متری جای قرار داریم که
اعتراض کنندهای گرد آمدند. ما به دلیل از اینکه شبکه مخابراتی یا خدمات اینترنتی در نزدیک محل گردمایی راهپیمایا قطع شده بنابر دلایل نامعلوم و ما نتونستیم از محل از نزدیکی راهپیمایا و نشستیم بنابر ناگزیری به فاصله دورتر آمدیم و از اینجا تونستیم به گونه زنده بتانیم نشرات داشته باشیم. این دو مشکل اساسی است که در حال حاضر در این محل پیش آمده و هنوز هم کسی به این دو مشکل توجه نکرده. سپاسگزارم عابد، با خودت می باشیم. این بود فشرده خبرها و جزئیات در مورد راهپیمایی امروز در شهر کابل. از همراهی تان و خبرهای این ساعت تلو سپاس. عابد، شمار مظاهره کنندگان امروز در چهارراه دیمزنگ و جاده های منتهی به این چهارراه به چه تعداد می رسیدن؟ با توجه به تظاهرات و راهپیمایی قبلی این بار حجم افراد اشتراک کننده در این راهپیمایی کمتر بودند. دلیل این مسئله را گفتن اونهایی که امروز راهپیمایی کردن این تظاهرات را که چرا تعداد کمتر آمدند؟ با توجه به اینکه یک طرف آقای دانش گفته که مشکل حل شده، مذاکرات با حکومت به نتیجه رسیده، خب اینها رهبران این راهپیمایی امروز چی میخوان در نهایتش؟ اونا دولت میگه که در نتیجه رسیده مذاکرات ما. بله، در مورد تعداد افراد که راهپیمایی کردن، صبح زود تعداد از اینا محدودتر بود زمانی که اینا از دشتبرچی حرکت کردن و به طرف مختلف کابل افراد دیگه با اینا یک جا شدن و بالاخره جمعشان بیشتر شد. تا حال در مورد تعداد دقیق افراد که راهپیمایی کردن، در راهپیمایی سهم گرفتن، کسی چیزی نگفته، اما قسمی که در تصویرها دیده میشه تعداد افراد که به راهپیمایی شرکت کردن تعدادشان کمتر است. اما در مورد خاصشان اینا میگن که کسایی که قبلا یا پیش از این در رهبری جنبش رشدایی قرار داشتن، اینا کسایی بودن که تا به گفته از اینا حالا این کسایی که در رهبری جنبش رشدایی فعلا قرار دارن و افراد متهم به معامله با جانب حکومت میکنن. اما در مورد از اینا میگن که چی معامله بین از اونا با حکومت صورت گرفته. یگانه خاص از اینا ای است که فقط شبکه برق 500 کیلوولت از کشور ترکمنستان از راه ولایت بامیان و میدان ورتک به کابل انتقال داده شد، نه از راه سالنگ یا ولایت پروان به کابل انتقال داده شد. یگانه خواستشان همی است، تاکید بر همی خواست دارن و میگن تا زمانی که حکومت به این خواستشان توجه نکنه در خیمه‌های تحصن ایجا حضور خواهند داشت، به شمول دانشجویان، دانش آموزان و حتی خانم های جاسر هستن که در خیمه های تحصن باشن. اونهایی که این راهپیمایی را بعدی از اینا قسم که اونهایی که این راهپیمایی را مدیریت میکنن حالا در شهر، شما مسئله چندستگی در برگزاری این گونه تظاهرات ها و مثلا این تظاهرات با اونها حرف زدین چی گفتن؟ مثلا آقای دانش میگه که ما به نتیجه رسیدیم، آقای خلیلی که یکی از رهبران تاثیرگذار این جریان در دور قبلی بود نیست، آقای مدبر نیست، آقای محقق نیست، اینا کسانی بودند که این جنبش را به شکلی مدیریت میکردن، حالا اینا نیستن و حالا مانده مردم و شماری که این وضعیت را مدیریت میکنن. خب از اونها پرسیدین که چرا اونها رفتن که میگن معامله کردن، معامله را نگفتن، پس چه تأثیر خواهد داشت رفتن اونها به این تظاهرات؟ بله، قسمی که ما قبلا هم به شما گفتم، صحبتی که ما امروی افرادی که در رهبری جنبش روشنایی در حال حاضر قرار دارن، اینا میگن یک تعداد از افراد را که شما نام بردین قبلا این جنبش را ترک کرده بودن بنابر دلایلی که اینا پیش خود دارن، اما یک تعداد دیگه شان ناوقت دیروزی جنبش را ترک کردن. کلانترین انتقاد از این است که اینا میگن که ما از او افراد انتظار نداشتیم که اینا جنبش روشنایی را ترک بکنن و برن با جانب حکومت کنار بیان. اما در مورد جزئیات توافقی که بین اونا با جانب حکومت صورت گرفته، اینا بیشتر معلومات اختیار رسانه قرار نمیتن و حتی میگن که ما جزئیات توافق اونا را با حکومت نمیدانیم. اما کلانترین انتقادشان این است که میگن که او افرادی که به تازگی از جنبش جدا شدن کسانی بودن که با جانب حکومت سازش کردن و حتی کلمه معامله را به کار میبرن که با حکومت معامله کردن. و کلانترین انتقادشان همی است که چرا مردم در میدان تنها گذاشتن و دیگر رفتن دنبال کارشان. سپاسگزارم عابد، تا ساعت دیگر باز هم با خودت خواهیم بود در این برنامه.
ادامه خبرها. آبد جوینده خبرنگار ما از محل رویداد با ما بود و در مورد چگونگی برگزاری این راهپیمایی که در جاراه دیمزنگ کابل محل تجمع بود گزارش می‌داد.